بیا چطوریم بچه‌ها، تا پلیزم و خیلی خوش اومدید به پارت دوم بازی ویکتوریا. همونطور که پارت قبلی دیدید ما به یه حدود زیادی مملکت رو جلو بردیم، ولی برای این پارت من سنگ تموم گذاشتم. واقعا میتونم بگم کشورمون در حال حاضر یک کشور صنعتیه. و یه موضوع جالبی هم که من توی این بازی فهمیدم اینه، توی اصفهان ما 33 پل رو داریم و این خیلی جالبه واسم. ولی خب اینا که بگذاریم، این پارت واقعا میتونم بگم مهمترین پارت این بازیه، پس تا آخر ببینید. حتی من تایمی که آف رکورد بازی میکردم تونستم وارده میشه گفت مارکت روسیه بشم و ما الان توی مارکت روسیه هستیم. این خیلی خوبه چون میتونیم هر چیزی که تولید میکنیم رو بفروشیم و وارد کنیم و این عالیه میشه گفت. البته تا آخر نمیتونیم توی مارکت روسیه بمونیم چون حکومت نیکولای رومانوف یک حکومت خوبی نیست و روسیه توی سالهای آینده قراره که با مشکلات خیلی شدیدی روبرو بشه، همینطور عثمانی. یعنی این دوتا کشور الان ترید پارتنرهای خوبی میتونن واسه ما باشن، ولی تو آینده اصلا اینطوری نخواهد بود و ما مجبوریم خودمون رو بچسبونیم به بریتانیا. ولی خب اونورم بریتانیا روابط خوبی اصلا با ما نداره، مجبوریم از همین الان روی روابطمون با بریتانیا کار بکنیم. با فرانسه هم روابطمون رو بهتر میکنیم، با هر کشوری که باشه ما روابطمون رو بهتر میکنیم چون شدیداً نیاز داریم. تولید داخلی ناخالصمون رسیده به 14 میلیون یورو و این فوق‌العاده است. این در صورتیه که تولید داخلی عثمانی 18 میلیون یوروه و ما این وسط میشه گفت ترکوندیم. البته این من نمیدونم یوروه یا چی، حالا ما یورو حسابش میکنیم. از طرفی مالیاتی که از مردم میگرفتیم رو من به حالت معمولی برگردوندم، البته اگر به پول نیاز داشته باشیم باید ببریمش بالاتر، ولی در حال حاضر همین خوبه و باعث میشه که رادیکال ها یا همون معترضین در کشور کمتر بشن، مردم نارضایتیشون کمتر بشه. بودجه ارتش رو اصلاح کردم، یکم بیشتر کردم بودجه ارتش رو و از لحاظ تکنولوژی ما تونستیم به ریلوی دست پیدا بکنیم و الان دارم روی استیل ریلوی کارز کار میکنم و باید اینا رو وا بکنیم. توی بخش لایحه ها و قوانین چیز خاصی هنوز نیومده، به احتمال زیاد سیستم پلیس رو توی این پارت من را بندازم و یا میتونیم هیچی نمیتونیم، همین سیستم پلیس رو ما میتونیم الان را بندازیم. ما الان برای سیستم پلیس دو تا انتخاب داریم، میتونیم لوکال پلیس را بندازیم، پلیس محلی، یا دیدیکیتد پلیس مخصوص را بندازیم، پلیس حرفه‌ای تر میشه که این بهتر از نظر من و همین رو انتخاب میکنیم. Let's go. از اونجایی که ما به سیستم ریل تونستیم دست پیدا بکنیم، وقتش رسیده که خط آهن رو بکشیم. واقعا خط آهن باید از تبریز شروع بشه، به عراق عجم بره، همو تهران بره، از کردستان و خوزستان هم عبور بکنه، به اصفهان هم بره. اینها شهرهای مهم ما هستن. در آینده حتما باید این سیستم ریل ما رو به افغانستان متصل بکنه چون ما الان توی مارکت روسیه هستیم. هر چقدر جنس و کالا از کشور ما رد و بدل بشه به خیر و صلاح ماست، پس باید این اتفاق بیفته و ما جاده های بهتری داشته باشیم. پول داریم، بازم میتونیم بزنیم ریل بسازه، چرا که نه. تقریبا من کل کشور رو زدم که دیگه سیستم ریل توش راه اندازی بشه و این خیلی خوبه. این ریل واقعا خوبه و یک جهش واسه ما چون شما الان عثمانی رو ببینید، عثمانی هنوزم سیستم ریل نداره و ما اگه خط آهن داشته باشیم واقعا جلو میافتیم. البته چی شد؟ اوکی، دوباره درد سرهای تصویب به وجود اومد. مارکت روسیه که ما الان توش عضویم مارکت خیلی خوبیه، ولی خود عثمانی رفته با مارکت فرانسه و ما اگه الان بتونیم خودمون رو به مارکت فرانسه بچسبونیم عالی میشه، ولی فکر نکنم بتونیم این کار رو بکنیم چون روابط چندانی با فرانسه نداریم. فکر نکنم بتونیم عضو مارکت فرانسه بشیم، ولی خب همین مارکت روسیه هم خوبه. یعنی اقتصاد ما رو میتونم بگم مارکت روسیه نجات داده و الان اوضاعمون خیلی خوبه. البته ما هم خیلی داریم به مارکت روسیه کمک میکنیم، برای مثال روسیه از طریق ایران در آینده میتونه خیلی راحت تر به دنیا
جنس صادر کنه یا حتی وارد بکنه. طرح پلیسمون خوشبختانه با قدرت فوق‌العاده‌ای داره میره سمت تصویب شدن. 64% ممکنه که این طرح تصویب بشه، اونم بنا به حمایت میشه گفت زمیندارها این اتفاق داره میفته، که البته این موضوع یکم ترسناکه. و بچه اینجا رو ببینید، خط آهن تهران به سمنان میشه گفت ساخته شد و این اولین خط آهن ایرانه. میشه گفت خط آهن باقی جاها هم داره کم کم ساخته میشه. اینم بهتون بگم، من آف رکورد بندر ماهشهر رو راه انداختم و میشه گفت اصلی ترین پورت دریایی ما، بندر دریایی ما، بندر ماهشهر و بعدش بندر بوشهره، ولی خب اصلی ترینش همون ماهشهره. از طرفی هم هنوزم به حدی نرسیدیم که با عمان وارد جنگ بشیم برای پس گرفتن بندر عباس، ولی این اتفاق دیر و زود میفته. همونطور که خط آهنمون داره توی کشور بهتر میشه، میبینیم که نفوذ مارکت روسیه هم داره در ایران بیشتر میشه، که این خبر خوبیه. میشه گفت خط آهنمون که کامل بشه، تقریبا تمام کشور میره زیر نفوذ مارکت شوروی، یا البته شوروی که نیست، روسیه. حتی راه این که رنکمون در سطح جهانی بره بالا خیلی ایزیه. ما فقط با ساختن یونیت و ارتش میتونیم رنک خودمون رو ایزی ببریم بالا. یعنی من میتونم الان ایزی برسم به رنک 20، ولی خب من نمیخوام روی ارتش سرمایه گذاری بکنم. بعد اول یه سری ریسرچ های ارتش رو بریم، بعدش بریم برای ساخت یونیت. الان ارتش ما گشون محوره، خب ارتش نیست، یعنی گشونه، ولی میتونیم این گشون رو تبدیل کنیم برای مثال به لاین اینفنتری، که این ارتش میشه گفت یکم ساماندهی شده تره، بهتره. این کار رو خواهیم کرد، ولی خب عجله ای هم بهش نیست، واقعا عجله ای هم بهش نیست. برای من مهمترین چیز الان اینه که خط آهن کل کشور را بیفته. واقعا عاشق اینم که این قطارها رو من توی کشور ببینم. واقعا لذت بخشه این که ببینیم از درشگه و خر و این چیزا رسیدیم به قطار. و بچه طرح پلیس تصویب شد و ما الان پلیس اختصاصی در کشور داریم، و این میشه گفت یکی از بزرگترین اصلاحاتی بود که در کشور انجام شد. در حال حاضر هیچ سیستم درمانی نداریم. سیستم درمانی که الان میتونیم بیاریم روی کار حالت خیریه طور داره، یعنی سیستم درمانی خاصی نیست. مرحله بعدیش پرایوت، مرحله بعدیش پابلیک، اینا بیمن دیگه، این دوتا میشه گفت بیمه های درمانی هن. باید سیستم درمانی رو حتما بیاریم روی کار، ولی خیلی هم عجله‌ای واسهش نیست، ولی ما مجبوریم چون انتخاب دیگه ای نداریم. و حالا یه سیستم درمانی بیاد روی کار بد نیست. این سیستم درمانی که حالت خیریه داره، صنعتگرا باهاش مخالفن، خب یعنی صاحبان صنعت، یعنی نمیدونم چجوری بهتون بگم، کارخونه داره باهاش مخالفن، اینطوری بهتون بگم، ولی کارگرا و علما باهاش موافقن. خب از این جهت این طرح رو ما میزنیم که تصویب بشه. Let's go. بچه من یه موضوعی رو نمیتونم درک کنم، اونم اینه که چرا خط آهن تهران به تبریز هیچ وقت راه نمیفته. این سوال شده واسه من. آف رکوردم بازی میکردم، این مشکل رو داشتم. روابطمون خدا رو شکر با همه خوبه، با فرانسه روابطمون خوبه، با عثمانی خوبه، با پرتغال بده، با بریتانیا خونساست، نه روابط خوبی داریم و نه روابط بدی. از طرفی هم بچه الان میتونیم دیگه کم کم بریم این قسمت از کشورمون که دست عمان هست رو بگیریم. یکم ریسکش بالاست، ولی خب این کار دیر و زود باید انجام بشه. از نظر من وقتش رسیده که ارتش رو یه سر و سامونی بهش بدیم. البته بطری این کار الان اشتباهه، ولی من این کار رو میکنم. هزینه های زیادی قرار رو دستمون بذاره، ولی میکنم این کار رو، هرچه باد آباد. بطری نحوه ساخت نیرو هم توی این بازی اینطوریه که میاد بخش میلیتری، برای مثال اون کاماندر رو انتخاب میکنید. الان محمد شاه قاجار خودش کاماندره. اینو میزنید، میایید اینجا،
و بعدش اینو میزنی تعداد اینو میبرید بالا. و بعد تو سیستم درمانی خیریه تورمونم راه افتاد. این خیلی خوبه. خیلی دوست دارم اصلاح بعدی که توی کشور انجام میدیم توی بخش ترید باشه. ترید پالیسی باشه. واقعا اینو میخوام. و وقتش رسیده که توی بخش گاورمنتمونم یه اصلاحاتی رو انجام بدیم. توی بخش گاورمنت در حال حاضر علمای شیعه و زمیندارها فعالن. میتونیم روشنفکرا رو بیاریم. روشنفکرا برای مملکت خوبن ولی برای خود ما بدن. یعنی اینا در وهله اول اصلا کلا با سیستم پادشاهی مشکل دارن. البته در مرور زمان کشور اصلاح خواهد شد، ساختار کشور عوض خواهد شد، ولی خب الان زوده، خیلی هم زوده. ما الان بورژوازی ها رو میاریم توی سیستم. امیدوارم این تصمیمی که میگیرم تصمیم اشتباهی نباشه. در همین بین تقریبا همه اون یونیت هایی که زدم ساخته بشه ساخته شدن و این خیلی خوبه. بچه یه اتفاق خیلی مسخره‌ای افتاد، اونم اینه که بالانسمون کلن به هم خورد. یعنی همونطور که میبینید این خطه درآمد ما یهو رفت پایین. اصلا نمیدونم برای چی این اتفاق افتاد. فکر کنم به خاطر اصلاحاتیه که توی گاورمنت و ساختار حکومت انجام دادیم. ولی اینو میدونم که وقتی این رسیده مالیات رو ببریم بالا. اینو میدونم، یعنی الان باید مالیات، الان بر اساس لند میدن، یعنی خب من میخوام که بر اساس درآمد بدید. همه موافقن به جز لندونرها و کارگرها. کارگرها چرا مخالفن نمیدونم. ما الان باید این طرح رو ترای بزنیم که تصویبش بکنیم و امیدوارم که بتونیم تصویبش بکنیم. از طرفی مثلا منفی خوردیم، عجیب منفی خوردیم گایز، عجیب منفی خوردیم. من مجبورم که یکم مالیات رو از اینجا بکشم بالا، یکم هم که نه تا دسته بکشم بالا که بتونم این کسری بودجه رو جبران کنم. به هر حال این پولا که جیب من نرفته، خرج همین مملکت شد. مردم هم باید پرداخت کنن این پولها رو. و تا زمانی هم که داره اون طرح تصویب میشه از بخش تکنولوژی ما دیگه بزنیم که الکتریسیته رو کم کم بهش بتونیم دست پیدا بکنیم. و از بخش بیلدینگ هم یکم صنایع آهنمون و صنایع زغال و اینامون رو قوی بکنیم. اولی منفی میخوریم، اصلا نمیتونیم. بریم آقا، بریم دقدلیمونو سر عمان خالی بکنیم. فقط قبلش یه سیو من میگیرم چون ریسک بسیار بالایی داره و اگه شکست بخوریم یه سیو داشته باشیم که بتونیم برگردیم. ما اگر به عمان در بیافتیم امکان داره که افغانستان، بریتانیا و یه سری کشور دیگه طرف عمان رو بگیرن، ولی از طرفی هم روسیه 100% طرف ایران رو خواهد گرفت. خب بریم ببینیم چی میشه. نرفتیم که. بریم ببینیم چی میشه. 105 واحد که نیرو ما داریم در حال حاضر، عمان به اون صورت نیرو نداره. ولی خب موبلایز آل کاماندر، همه کاماندر رو برید بیرون. بچش بیرون آقا، بچش بیرون. کل ارتش رو آقا فرستادم دیگه. اینجا 83 واحد داریم، 5 واحد اون مونده. واقعا ایزی باید بگیریم، ایزی باید بگیریم، چون فقط همین پورت ما میخوایم، چیز زیادی نمیخوایم، همین پورت ما میخوایم فقط. فایت این بازی شبیه هارتس آف آیرون نیست، اگه ببینید حتی یونیت ها رو نشون نمیده، ولی خب یه سری چیزا نشون میده دیگه به عنوان جنگ. اوه اینجا جنگ شده جی. این ور نیروهای ماه، این ورم عمان، بغل زمین کشاورزی ها. هولی، بعد از 2 ساعت. بچه نمیدونم چرا اینطوری شد، خب ولی چون فکر کنم من توی گزینه ها زدم که میخوام بندر رو بگیرم، فقط تونستم بندر رو بگیرم، یعنی فقط تونستیم بندر عباس رو بگیریم. رسما با خود عمان وارد جنگ نشدیم، این بده. ولی خب برای پارت بعدی بهتون قول میدم که آفریکورت یکم روی بازی کار بکنم، اوضاع مملکت رو بهتر بکنم و کم کم بریم که دیگه یک ایران پارلمانی درست و حسابی داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون که این ویدیو رو دیدید. حتما حتما این ویدیو رو لایک کنید، توی کامنت ها نظراتتون رو بنویسید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.